اعمال فصل 11. و رسولان و برادران مقیم یهودیه خبر رسید که غیر یهودیان نیز پیام خدا را پذیرفتند. هنگامی که پتروس به اورشلیم بازگشت، ایمانداران سنت شده به او اعتراض کرده گفتند: چرا به خانه سنت ناشدگان داخل شدی و تا با آنها غذا خوردی؟ پتروس شروع کرد و تمام جریان را از اول تا به آخر برای ایشان شرح داد و گفت: در یافا به دعا مشغول بودم که حالت جذبه به من دست داد و در رویا چیزی دیدم مانند یک دسترخوان کلان که از چهار گوشه آویزان شده بود و از آسمان به پایین آمد تا به من رسید. وقتی با دقت به آن نگاه کردم، دیدم که در آن چارپایان و حیوانات وحشی و خزندگان و پرندگان جمع شده اند و صدای به گوشم رسید که می گفت: ای پتروس، برخیز، ذبح کن و بخور. گفتم: نه خیر ای خداوند، من هرگز به چیزهای ناپاک و حرام لب نزدم. بار دوم صدای از آسمان رسید که می گفت: آنچی را که خدا حلال کرده است تو نباید حرام خیال کنی. این موضوع سه بار تکرار شد و بالاخره همه چیز با آسمان بالا رفت. در امان لحظه سه نفر به خانه‌ای که جای بود و باش من بود آمدن. ایشان را از قیصریه به دنبال من فرستاده بودند. روح خدا به من فرمود که بدون دودلی با ایشان بروم. این شش برادر عمم رای من آمدن و به خانه آن شخص داخل شدیم. او برای ما گفت که چطور در خانه خود فرشته ای را دیده که استاده و به او گفته است: کسی را به یافا بفرست و شمهون ملقب به پتروس را بیاور و او آن پیامی را که باعث نجات تو و تمامی اهل خانه ات خواهد شد به تو خواهد رسانید. من در آنجا هنوز مطالب زیاد نگفته بودم که روح القدس بر آنها نازل شد به همان طریقی که در ابتدا به خود ما نازل شده بود. و آنگاه به خاطر آوردم که خداوند فرموده بود: یحیی در آب تعمید می داد، اما شما با روح القدس تعمید خواهید یافت. خدا با آنان امان بخشش را عطا کرده است که به ما در وقتی که به عیسی مسیح خداوند ایمان آوردیم عطا فرمود. پس من کی بودم که مانع کار خدا شوم؟ وقتی این را شنیدند خاموش ماندند و در حالی که خدا را ستایش می کردند گفتند: پس در این صورت خدا به غیر یهودیان نیز این فرصت را بخشیده است تا آنها هم از گناهان خود توبه کنند و زندگی یابند. در اثر شکنجه و آزاری که به دنبال مرگ استیفان آغاز شد، عده زیاد پراگنده شدند و تا فنیقیه و قبرس و شهر انطاکیه مهاجرت کردند. اما آنان پیام خود را به هیچ کسی جز یهودیان اعلام نکردند، ولی در میان ایشان چند نفر از اهالی قبرس و قیروان نیز بودند که به محض رسیدن به انطاکیه با یونانیان به گفتگو پرداختند و درباره عیسی خداوند بشارت دادند. قدرت خداوند با ایشان بود و عده زیاد ایمان آورده به خداوند روی آوردند. این خبر در اورشلیم به کلیسا رسید و در نتیجه برنابا وظیفه یافت که به انطاکیه سفر نماید. وقتی او به آنجا رسید و برکات خدا را با چشم خود دید، شادمان شد و آنان را تشویق و نصیحت می کرد که از دل و جان در وفاداری نسبت به خداوند استوار بمانند. او مرد نیکوکار و پر از روح القدس و ایمان بود. پس عده زیاده به خداوند ایمان آوردند. بعد از آن برنابا به شهر ترسوس رفت تا شاول را پیدا کند. پس او را یافته به انطاکیه آورد و مدت یک سال تمام با ایمانداران جمع می شدند و عده بسیاری را تعلیم می دادند. در انطاکیه بود که برای اولین بار پیروان عیسی را مسیحی نامیدند. در این احوال چند نفر نبی از اورشلیم به انطاکیه وارد شدند. یکی از آنان که اقابوس نام داشت برخاست و با الهام روح قحطی سخت و دنیاگیری را پیشگویی کرد. این قحطی در زمان سلطنت کلودیوس امپراتور واقع شد. از این نظر شاگردان تصمیم گرفتند هر کس به قدر توانایی خود اعانه برای یاری برادران مقیم یهودیه بفرستد. چنین کردند. اعانه ها را به دست برنابا و شاول سپردند تا به رهبران کلیسای اورشلیم تقدیم کنند.